مطمئنم بارها اسم تابه به گوشت خورده، ولی واقعا تابه چیه؟ و چرا اینقدر در جبر و کل ریاضیات مهمه؟ توی این ویدیو میخوایم یه مقدمه خوب از تابه داشته باشیم که اگر اصلا نمیدونی تابه چیه، یا اگر میدونی ولی یه چیزایی یادت رفته، و یا حتی میدونی چیه و چیزی هم یادت نرفته ولی دوست داری یه ویدیو جذاب ریاضی ببینی، این ویدیو مخصوص توه. پس بریم که یه سفر هیجان انگیز به دنیای توابع داشته باشیم. من سبام و اینجا متبازر. یادت نره اگر ویدیو رو دوست داشتی یه لایک بهش بدی. خارج از دنیای ریاضی، کلمه تابع به سادگی اشاره میکنه به این که چیزی چه کاری انجام میده. اما در ریاضی تابع اساساً چیزیه که یک مجموعه رو به شکلی به یک مجموعه دیگه وصل میکنه. یک رابطه خاص بین ورودی ها و خروجی ها. نکته مهم در مورد این ارتباط اینه که برای هر ورودی باید دقیقاً یک خروجی داشته باشی. یعنی اگر یه ورودی دو تا خروجی تولید کنه، این دیگه تابع نیست، بلکه اسمش فقط یک رابطه است. یه مثال ساده از تابع میتونه این باشه: یه کارخونه داری که هرچی بهش بدی دقیقاً یک چیز مشخص بهت میده. مثلا اگر یه مثلث بهش بدی، برات عدد 3 رو تولید میکنه، مربع بدی عدد 4 رو تولید میکنه. پس ورودی هامون چند ضلعیه و خروجی تعداد اضلاعه. معمولا تابع رو به صورت fx برابر y می نویسیم. این f همون کارخونه است و x ورودیشه و fx خروجیشه که برابر y میشه. از این به بعد به مجموعه ای که ورودی ها رو ازش میگیریم میگیم دامنه تابع که با d نشونش میدیم، و به مجموعه خروجی ها میگیم برد تابع که اینم با r بزرگ نشون میدیم. مثل fx برابر 3x به اضافه 5. در واقع فرقی نداره بگیم y برابر 3x به اضافه 5. جدول تابع. یکی از بهترین روش ها برای درک تابع جدولشه. برای مثال، برای تابع y برابر 2x به اضافه 4 یه جدول به این صورت میتونیم بکشیم. اگر به xمون 1 بدیم حاصل 6 میشه، اگر 2 بدیم حاصل 8 میشه، اگر 3 بدیم حاصل 10 میشه. حالا این سه تا جدول رو ببین. میتونی بگی کدومشون جدول یه تابع نیست؟ در جدول اول همه مقادیر x متفاوتن. پس بدون این که لازم باشه اون طرف جدول رو ببینی، میگه که این یه تابع است. نکته اینجاست که میتونی برای x های مختلف y یکسان داشته باشی. مثلا توی این جدول ورودی های 1 و 4 هر دوشون خروجی 5 رو میدن. مشکلی نیست. در جدول دوم یه x مشترک داریم که منجر به y یکسان شدن. اینم مشکلی نداره. همچنان جدول دوم هم تاب است. اما در جدول سوم یه x داریم و دو تا y متفاوت. این اشکال داره. برای x مساوی با 2 y نمیتونه همزمان 7 و 8 باشه. پس جدول سوم تابع نیست. آزمون خط عمودی. حالا یه راه دیگه هم وجود داره برای تشخیص سریع این که یه چیزی تابع هست یا نه. این 6 تا نمودار رو نگاه کن. به نظرت کدومشون تابع است؟ یک راه خوب برای تشخیص تابع بودن یک نمودار کشیدن خط عمودیه. اگر هر جای نمودار یه خط عمودی بکشی، یعنی یه خط به موازات محور ایگرک ها، و نمودارت فقط در یه نقطه برخورد داشته باشه، اون تاب است. در غیر این صورت اگر این خط عمودی در دو یا چند جا به نمودارت برخورد کنه، تابه نیست. به این میگن آزمون خط عمودی. پس تو این 6 تا نمودار A تاب است ولی B تابه نیست، C تاب است ولی D آزمون خط عمودی رو پاس نمی کنه و تابه نیست. اگر از هر جای نمودار E یه خط عمودی رسم کنی، فقط در یک نقطه قطع میشه، پس تاب است، ولی نمودار F به وضوح تابه نیست. حالا ممکنه بگی نمودار تابه رو چجوری بکشیم؟ باید بگم فعلا زوده. بذار اول با تعریف کلی تابه آشنا بشیم. اگر دوست داشتین حتما در مورد نموداراشون هم حرف میزنیم.
خب حالا وقتشه بریم سراغ انواع توابع و با معروفترین و اصلی ترین هاشون آشنا بشیم. اولین و ساده ترینشون توابع خطیه. این لفظ خطی رو خیلی جاها شنیدی. علت اصلیش به خاطر شکل نمودارشه. نمودار این توابع به صورت یک خط مستقیمن. نمودار اصلی توابع خطی هم ایگرگ برابر ایکسه. یک خط مستقیم که نیم ساز ربع اول و سوم صفحه مختصاته. حالا میتونیم یه تغییراتی در اون داشته باشیم. مثلا x رو در 2 ضرب کنیم یا بنویسیم y برابر 3x به اضافه 7. پس هر وقت یه فرم کلی به صورت y برابر ax به اضافه b داشته باشیم که در اون توان x 1 تابع خطیه. حالا اگر توان x 2 بشه چی؟ پس وارد نوع دیگه از توابع میشیم به نام توابع درجه دوم. توابع درجه دوم شبیه یک سهمیه. تابع اصلیشون y برابر x به توان 2ه. ولی میتونید یه تغییراتی هم داشته باشید. مثل این که بنویسید y برابر x2 به اضافه 4، y برابر 3x2 به اضافه 7 و یا حتی y برابر x2 منهای x به اضافه 8. همه اینا توابع درجه دوم هستن چون جمله اصلیشون x به توان 2ه. حالا اگر توان x 3 بشه چی؟ پس وارد نوع سوم توابع میشیم، توابع درجه سوم، cubic function. تابع اصلیش y برابر x به توان 3 که نمودارش این شکلیه. تو میتونی تو اینم دیگه تغییراتی انجام بدی و مادامی که در جمله اصلی x توان 3 داره، تابع درجه سوم محسوب میشه. مثل y برابر 3x3. y برابر x به توان 3 منهای 3x2 به اضافه 3x. y برابر x به توان 3 به اضافه 4. نوع چهارم توابع، توابع رادیکالیه. اینجا توان به جای یک عدد صحیح یه عدد کسریه، مثل 1/2. به این توابع میگن توابع ریشه دوم. تابع اصلیشون هم y برابر رادیکال x. نمودارش هم این شکلیه، مثل y برابر 2 رادیکال x، y برابر منفی 3 رادیکال x منهای 1. نوع پنجم توابع که جزو انواع خیلی مهم هم حساب میشن توابع لوگاریتمیه. شکل کلی این توابع به این صورته: y برابر لوگاریتم x در پایه a، که a همون پایه لوگاریتمه که باید بزرگتر از 0 و مخالف 1 باشه. نمودارش در حالت کلی یه همچین شکلی داره. حالا حالتهای خاص برای تابع لوگاریتم وجود داره که واقعیت هم اینه که بیشتر از همین حالتهای خاص در مهندسی استفاده میشه. یکی از حالتهای خاصش لوگاریتم x. اگر بگیم لوگاریتم x یعنی اون a برابر 10، چه 10 بنویسیم و چه نه. حالت خاص دیگه اینه که پایه برابر ثابت ای باشه. ای هم مثل پی و نسبت طلایی یک ثابت مهمه تو ریاضیات که تقریبا برابر 2.718. در این حالت تابمون به صورت y برابر لوگاریتم x در پایه ایه. به این تابع میگیم تابع لوگاریتم طبیعی که معمولا اینطوری هم نشونش میدن: ln x. بیا شکل تابع لوگاریتم x رو با هم تحلیل کنیم. نمودارش از اینجا شروع میشه. انگار یه خطیه که میخواد با محور y ها برخورد کنه ولی هیچ وقت بهش نمیرسه و به سمت راست آروم آروم بالا میره. ویژگی این تابع اینه که هرچی x بزرگتر بشه y هم بزرگتر میشه، اما با سرعت کندتر. مثلا لوگاریتم 10 1، لوگاریتم 100 2، لوگاریتم 1000 3. برای همین میگن این تابع با نرخ کاهنده رشد میکنه. ولی در مقابل این تابع یه تابع دیگه هم هست که با نرخ افزاینده رشد میکنه. پس میریم سراغ نوع ششم توابع، یعنی توابع نمایی، exponential function. شکل کلی این توابع به صورت y برابر a به توان x. این a یه عدده
که باید بزرگتر از صفر و مخالف یک باشه. در واقع یه جورایی میشه گفتش که این تابع معکوس تابع لوگاریتمه. حالا یادتونه در قسمت تابع لوگاریتم یه حالت خاص به اسم لوگاریتم طبیعی رو گفتیم؟ برای تابع نمایی هم ایگرگ برابر ای به توان ایکس یکی از خاص‌ترین و پرکاربردترین تابع نماییه که در واقع معکوس تابع لوگاریتم طبیعیه. نمودار این تابع از سمت چپ خیلی نزدیک به محور ایکس ها شروع میشه ولی هیچ وقت اونو قطع نمی کنه. و هرچی به سمت راست میریم نمودار به سرعت بالا میره و رشدش خیلی تند میشه. پس تابع نمایی برعکس تابع لوگاریتم نمودارش خیلی سریع رشد میکنه. یعنی ورودی که یک کمی زیاد میشه خروجی به شدت بالا میره. به اصطلاح به این میگیم این تابع با نرخ نمایی رشد میکنه. یعنی رشدش فوق‌العاده سریعه. خب دیگه پر حرفی در مورد تابع لوگاریتم و نمایی کافیه. اگر خواستید بگید که در موردشون توی ویدیو جداگونه صحبت کنم. بریم سراغ یکی دیگه از مهمترین انواع توابع، یعنی توابع مثلثاتی. این توابع معروفن به این که تا بی نهایت در جهت افقی یعنی محور ایکس ها ادامه دارن و جزء توابع تناوبی هن، چون تا بی نهایت تکرار میشن. مثلا نمودار سینوس ایکس رو ببین، یا نمودار کوسینوس ایکس، نمودار تانجانت ایکس هم به این صورته و حتی کوتانجانت ایکس. بعدن اگر خواستی بیشتر در موردشون میگم. بریم سراغ دستبندی بعدی از توابع، یعنی توابع قدر مطلقی. تابع اصلی این توابع ایگرگ برابر قدر مطلق ایکسه. شکلش هم به این صورته، مثل یه هفته. حالا میتونی یه ضریبی مثل منفی یک رو خارج از قدر مطلق ضرب کنی و همچین شکلی رو داشته باشی. یا داخل قدر مطلق یه دو رو ضرب در ایکس کنی که میبینی شکل هفت جمع‌تر میشه. و یا حتی با یه عدد جمعش کنی. ایگرگ مساوی با قدر مطلق ایکس به اضافه 4. بعد از توابع قدر مطلق نوبت توابع گویاست. اینجا تابعی رو داریم که از نسبت دو تا چند جمله‌ای ساخته میشه به طوری که مخرجش نباید صفر باشه. تابع اصلیش به صورت ایگرگ برابر یک ایکسومه. در توابع گویا معمولاً متغیر رو توی مخرج میبینی. شکلش هم اینطوریه. و آخرین تابعی که میخواییم در موردش حرف بزنیم توابع چند جمله‌ایه. شکل کلی این توابع به این صورته. آ صرف تا آن ضرایب ثابت هستن. اینم یک عدد صحیح نامنفیه از صفر تا ان. جمله ایم که توانش از همه بالاتر باشه جمله اصلی حساب میشه. بیا یه مثال ازش ببینیم. ایکس 4 به اضافه 8 ایکس 3 به اضافه 15 ایکس 2 منهای 20. جمله اصلیش ایکس به توان 4 و نمودارش هم این شکلی کشیده میشه. خب حالا یه سوال پیش میاد. به این شکل میتونیم بگیم شکل کلی توابع چند جمله ای؟ نه اصلا. ببین برای رسم دقیق یک تابع چند جمله ای باید همه ضرایب، ریشه ها و علامت ها رو تحلیل کنی. پس این فقط یک مثال از توابع چند جمله ایه. خب یکی میاد میگه که طبق تعریفی که از توابع چند جمله ای گفتی، پس میتونیم توابع خطی، توابع درجه دوم، توابع درجه سوم هم جزء این توابع در نظر بگیریم. درست میگی، در واقع توابع چند جمله یک مجموعه بزرگ از توابع محسوب میشن. از خط راست گرفته تا سهمی تا نمودارهای پیچیده. یه چیزی هم اینجا اضافه کنم که هرچی توان جمله اصلی بالاتر میره، این پیچ و خمها در نمودار تابع هم بیشتر میشه. خب تا همینجا کافیه. مسلماً توابع دیگه‌ای هم هستن. ولی برای شروع تا همین حد خوبه. حالا یه چیز ساده. فرض کن یه تابع درجه سوم مثل اینو داشته باشی. اگر یکی بهت بگه F3 چی میشه، کافیه بیای به جای X 3 بذاری. و حاصلش میشه 14. گاهی هم ممکنه یه تابع چند تا متغیر داشته باشه مثل این. البته در موردش تو این ویدیو حرف نزدیم ولی فقط میخوایم ارزیابیش کنیم.
مثلا توی این تابه F 2 3 یعنی این که هر جا X میبینی به جاش 2 بذار و هر جا Y میبینی به جاش 3 بذار که حاصلش توی این تابه میشه 17. خیلی خیلی چیزای بیشتری در مورد توابع وجود داره، اما همین معرفی ساده به شما کمک میکنه که بدون ترس وارد دنیای توابع بشید و تشخیصشون بدین. یادتون نره که تمرین کنید و چیزایی که یاد گرفتید رو به کار ببرید.